دوستان عزیز سلام، با آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید. در این سلسله ما از صفر شروع کرده ایم و هدف ما این است که تا درجه عالی را انگلیسی را براتون تدریس کنیم. آهسته آهسته قدم به قدم پیش میریم. در درس های قبلی موضوعات دیگر را خواندیم، صفت مقایسه ای را خواندیم. در این درس صفت عالی را می خوانیم. بیاین اول ببینیم که صفت عالی چی است. در فارسی اول براتون تشریح می کنم، بعد از او انگلیسی ش یاد می گیریم. صفت عالی دوستا، وقتی میگیم بزرگترین شهر، بزرگترین شهر دوستا، در اینجا کلمه بزرگترین صفت عالی است. مثلا میگیم زیباترین، فرض که بگویم کابل زیباترین شهر دنیا است. در اینجا دوستا ما کابل را با تمام شهرهای دیگر دنیا مقایسه کردیم. در اینجا کلمه زیباترین صفت عالی است. در فارسی و دری ما شما با کلمه ترین یک صفت را از صفت عادی به صفت عالی تبدیل میکنیم. مثلا میگیم سرد ترین، گرم ترین. یا میگیم شیرین ترین. و مثال دیگه. دوستا در انگلیسی همچنان بسیار ساده است ساختن صفت عالی. در اینجا ما براتون چند صفت را نوشته کردیم: تال، بلند. تال، بلند. سمال، کوچک. وارم، گرم. کولد، سرد. سویت، شیرین. خب دوستا صفت های عادی است، اما وقتی بخوایم که اینا را به صفت عالی تبدیل کنیم، مثلا وقتی بخوایم از تال یعنی بلند به بلندترین تبدیلش کنیم، بلندترین، چی میکنیم؟ کلمه یا حروف EST را علاوه میکنیم. tallest، بلندترین. small، با علاوه کردن EST چی میشه؟ کوچکترین، کوچکترین. warm، گرم. ترین. cold، سرد. warm، warmest. cold، coldest. EST را اضافه کردیم. سرد ترین. sweet، sweetest. شیرین، شیرین ترین. چی میکنیم؟ شیرین ترین. دوستا با علاوه کردن EST ما شما تانستیم یک صفت را از صفت ساده
به صفت عالی تبدیل کنیم. حال بیاین که یک چند جمله را تمرین کنیم. مثلا میگیم احمد is احمد است is the tallest man. احمد is the tallest man. جمله رو میتونیم طولانی هم کنیم، اما برای خاطر مثال این را کوتاه میسازیم که مغلق نشه بسیار براتان. دیدین دوستا tall اینجا به tallest تبدیل شد. احمد بلندترین مرد است. یک چیزی را دوستا همیشه به یاد داشته باشین که با صفت عالی همیشه کلمه the استفاده میشه. The tallest. The tallest. یا اگر بگویم she او، مثلا فرض کنین درباره یک دختر یا زن گپ میزنیم، میگیم she او is است the sweetest. Sweet شیرین. Sweetest. Sweetest woman. She is the sweetest woman. یا مثلا میگیم she او is asked the kindest kind مهربان را میگه kindest مهربان ترین she's the kindest student in the class she who is asked the kindest. ببینین همیشه با صفت عالی ما شما چی را استفاده میکنیم؟ the. She is the kindest student in the class. او مهربانترین شاگرد در صنف است. یا میتونیم بگویم she is the smartest student in the class. او زیرکترین شاگرد در صنف است. دوستان در درس یاد گرفتیم که با علاوه کردن کلمه ای حروف ای اس تی صفت به صفت عالی تبدیل میشه. صفت عالی هم چی مانا چی رقم است؟ مثلا بلند صفت عالی است، بلندترین صفت عالی است. به می ترتیب میتونیم تمام کلمات صفت ها را از صفت عالی از صفت عادی به صفت عالی تبدیل کنیم. مثالش هم براتون اینجا نوشته کردم. یک چیزی که همیشه به یاد داشته باشین، قبل از صفت عالی همیشه کلمه the می آید. The tallest, the sweetest, the kindest. با همین ترتیب تمامشان. دوستا در کتاب در صفحه 48 مثال های بیشتر داریم، تمرین داریم و صفت های داریم که تمام سه شکلش براتون نوشته کردیم. در کتاب در صفحه 50 تمرین 20 را حل کنین، ببینین که صفت مقایسوی و صفت عالی را یاد گرفتین یا نه. اینجا میایم این را نوت بگیرین یا سکرین شات چه میگیرین. ما براتون یک چند صفت را تمرین میکنم که چطور از صفت عادی به صفت مقایسوی و صفت عالی تبدیلش کنیم.
خب دوستان، تال بلند، سمال کوچک، وارم گرم، کولد سرد، سویت شیرین. بلند کوچک وارم گرم کولد سرد سویت شیرین. حالا بیاین به صفت مقایسه‌ای تبدیلش کنیم. تال به چی تبدیل میشه؟ تالر. ای آر را اضافه میکنیم. سمال به چی تبدیل میشه؟ سمالر. وارم به چی تبدیل میشه؟ وارمر. ای آر را اضافه کردیم. کولد کولدر. و سویت سویتر. ای آر اضافه کردیم. مانای شما برتانشتم یک بلندتر کوچکتر وارمر گرمتر کولدر سرد تر و سویدر شیرین تر. شیرین تر. بیان که به صفت عالی تبدیلش کنیم. به صفت عالی چی میکنیم؟ تال لست. ای استی را اضافه میکنیم. تالست. تالست چی مانا؟ بلندترین. smallest کوچکترین. کوچکترین. warm warmest گرم ترین. cold coldest سرد ترین. و sweetest شیرین ترین. شیرین ترین. خب دوستا مثالا را ببینین. از صفت عادی به صفت مقایسوی با ای آر تبدیل شده و از صفت عادی به صفت عالی با ای استی تبدیل شده. به می ترتیب تمام صفت ها را می تانین از صفت عالی به صفت مقایسوی تبدیل کنین و صفت عادی به صفت عالی تبدیل کنین. عادی، مقایسوی و عالی. دوستا بعض استثناء وجود داره. بعض کلمات هست که طریقه تبدیل کردنشان یک کم فرق داره. او استثناء یک چند کلمه محدود است. پس آن ترا باز یاد میگیرین. اما قانون عمومی و فرمول عمومی شمی است. دوستا در درس بعدی میبینیم. تشکر.